با یاد و نام آفریدگار بزرگ، با بخش دیگری از داستان‌های زیبای هزار و یک شب در خدمت شما عزیزان هستیم. قسمت 42. دوستان عزیزم سلام. در بخش قبلی داستان‌های زیبای هزار و یک شب، قصه ما به جایی رسید که گدای از یک چشم کور برای خاتون داستان زندگیش را تعریف می کرد و قصه او به جایی رسید که پشت پسر عمویش در را بست و برای نجات دادنش دوباره به آن گورستان برگشت و اینک ادامه داستان. یادم افتاد روز قبل که پسر عمویم می خواست به دنبال آن دختر از پله های نردبان پایین برود، ابتدا به من گفت بدان که من یک سال در این مکان زحمت کشیده و اینجا را آماده کردم. در ضمن همان ایامی که این اتفاق بین من و پسر عمویم رخ داد، عمویم هم که حاکم آن شهر بود برای مدت یک هفته به شکار رفته و من در مدت آن یک هفته هر روز به گورستان می رفتم و هرچه دنبال آن سرداب و آن گور می گشتم هیچ نشانی پیدا نمی کردم. در نتیجه چنان ترس وحشتناک و اندوه مرگباری بر من چیره شد که قبل از آن که عمویم از شکار برگردد، راه دیار خود را در پیش گرفتم. من همچنان مغموم و افسرده رفتم تا به دروازه شهر مقر حکمرانی پدرم رسیدم که ناگهان عده‌ای از سربازان پدرم بر سرم ریختند و دست و پایم را آنچنان که ای خاتون، غلامان تو امشب بسته بودن بستند و من هم همچنان غرق تعجب و حیرت بودم که یکی از سربازان پدرم سرش را نزدیک گوش من آورد و گفت ای امیرزاده عزیز، برای تو این عاقبت شومی که گرفتار آن شده ای بسیار متاسفم، زیرا که در غیاب تو وزیر خیانتکار پدرت شورش کرده و پدرت را کشته و حکومت را در دست خود گرفته و چون جاسوسان برایش خبر آوردند که تو در راهی، دستور داد تا این گونه که میبینی دستگیرت کنیم و به بندت بکشیم. ترس و واهمه من در آن موقع دو برابر شد، زیرا ترس اولم از عمویم بود که پسر او را آن گونه که گفتم زنده به گور کرده و گورش را هم گم کرده بودم، و ترس دومم از وزیر پدرم بود، زیرا گذشته از آن که بر پدرم شورید و او را به قتل رسانده بود، اطمینان داشتم به خاطر دشمنی دیرینه‌ای که با من داشت هرگز از خون من در نخواهد گذشت. اما قصه من و وزیر شورش کرده بر پدرم که خون او را به ناحق ریخته بود این چنین است که من در دوران کودکی خود مشق تیر و کمان می کردم و پدرم فنون جنگ و رزم را به من می آموخت. روزی هنگام تمرینی که داشتم تیری از کمان رها کردم و در آن زمان 10 سال بیشتر نداشتم و اصلا نفهمیدم چطور شد که تیر بر چشم چپ وزیر که از پشت درخت هدف من رد می شد نشست. من کودک 10 ساله، تیرم به خطا رفت و وزیر از یک چشم نابینا شد. اما وزیر با اینکه خون از چشمانش جاری بود، بنای تملق را نزد پدرم گذاشت و من خطاکار هم ایستاده در پیش آنها بودم که پدرم فریاد کشان به قصد تنبیه سوی من آمد. اما آن وزیر با چاپلوسی گفت قربان خاک پایت شوم، امیرزاده را رنج نفرمایید، یک چشم که قابل ندارد سر و جان من فدای شما و خاندان شما باشد. و من در همان سن کودکی از او بدم آمد و در سالهای بعد هر بار که نزد پدرم به شکایت از او لب به سخن می گشودم می گفت نادانی کردی و چشم این مرد را کور کردی، حالا انتظار داری که قربان صدقت هم برود؟ و بالاخره وقتی مرا به نزد وزیر شورش کرده بر پدرم بردند، ابتدا چون وحشیان گرسنه جنگل‌های آفریقا به طرفم آمد و خنده کنان با حرکتی زشت انگشت در کاسه چشم چپ من انداخت و تخم چشم مرا از حدقه درآورد و دیوانوار فریاد کشید این توله کثیف را ببرید و در بیابان سرش را ببرید و آنگاه مرا دست غلامی سپرد. من که خون همچنان از حدقه چشم چپم جاری بود، در طول راه بسیار گریه کردم و فراوان به آن غلام التماس نمودم که از کشتن من صرف نظر کند. بالاخره غلام دلش به رحم آمد و گفت
من می دانم که تو بیگناهی. من هم از این که وزیر پدرت را آنچنان بیرحمانه می بینم در عذاب هستم، لذا من تو را نخواهم کشت، به شرطی که قول دهی هم الان از این دیار بگریزی و نشانیم از خودت باقی نگذاری. زیرا در آن صورت وزیر ناجوان مرد پدر مرحومت هر دوی ما را به بدترین وضعیت خواهد کشت. یادم رفت برایتان بگویم که من در دوران تحصیل در قصر پدرم معلمی داشتم که مرا به شعر علاقمند و به کار سرودن واداشت. که من هم قبل از اینکه غلام مرا بخشاید از ریختن خونم چشم پوشی کند، ناله کنان برایش خوانده بودم: هرگز نبود از تو گمان جفا مرا، دیگر به کس نماند امید وفا مرا. و زمانی که غلام رهایم کرد تا از آن دیار بگریزم و بروم، دوباره با آن صدای بلند این دو بیت را برایش خواندم: به هر دیار که در چشم خلق خار شدی، سبک سفر کن از آنجا و برو به جای دگر. درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای، نه جرعره کشیدی نه جفای تبر. پس من هم ناگزیر با چشم کور شده و حدقه پرخون و دلی شکسته بار دیگر رو به شهر و دیار عمویم گذاشتم. دوستان و یاران گرامی، ممنون از همراهیتون. اگر از داستانهای ما لذت بردید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ادامه داستان رو در بخشهای دیگر با ما باشید.